مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار با تاجران افغان مقیم در اشقاباد گفت که امارت اسلامی توانسته بر اساس رویکرد متوازن اقتصادی و سرمایه‌گذاری تاجران افغان دستاوردهای اقتصادی داشته باشد. او به این تاجران اطمینان داد که تمام تسهیلات تجاری را در افغانستان و ترکمنستان در اختیار آنان قرار خواهد داد. همچنان برش گفتیم که ما و شما همسایه یکدیگر هستیم. باید در بازی مواد تعرفا پایین شود، چون که صادرات از طرف ترکمنستان زیاد است و از طرف افغانستان کم است. این بیلانس باید تا یک اندازه برابر شود. همین موضوع هم صحبت شد، انشاءالله در آینده سرش کار میشه که چطور بتانیم از طرف افغانستان هم صادرات زیاد شود. علاوه بر این، شمار از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند در شرایط کنونی سفرهای مقامات امارات اسلامی به ویژه برای کشورهای همسایه شمالی مفید بوده و دستاوردهای مهم در عرصه سیاسی است. خصوصا بیا شمالی و دو ترکمنستان است افغانستان په چارو کې نظامی او سیاسی مداخله نه کوي، مشه مرسته کړي دي او سم راکړو واکړه د اورګاډي تګ راتګ د سوداګرۍ چارې او د برېښنا همدارنګه کېدای سي له ترکمنستان له خوا تر شرقي اروپا او تر مرکزي اروپا پورې افغانستان ته لارې هم پرانیستل سي، نو په سیاسي جهت کې هم کېدای سي ښه لابیګر د افغانستان لپاره وسي او نور هیوادونه هم تشویق سي افغانستان سره اړیکې ولري. در عین حال تحلیلګران اقتصادي این سفر را برای افتتاح پروژه های مشترک میان افغانستان و ترکمنستان، توسعه تجارت و ایجاد فرصت های بهتر برای تاجران افغان مفید میدانند. اگر بتانیم خصوصا با کشور ترکمنستان تجارت دو جانبه را گسترش بدیم، با وجود این که ترکمنستان یکی از کشورهای بسته در آسیای مرکزی است و بازارش بسته بود، من فکر میکنم که فرصت های خوبه در جهت رشد روابط و تقویت روابط اقتصادی ما با ترکمنستان موجود است که از او استفاده کنیم. سرپرست وزارت امور خارجه که به دعوت رسمی وزیر امور خارجه ترکمنستان به آن کشور سفر کرده، در مورد اجرای پروژه توپی در خاک افغانستان، افزایش برق وارداتی از ترکمنستان به هرات، توسعه اداره خط آهن و در مورد بازسازی راه راجورد دیدارهای جداگانه همه جانبه انجام داده است.